آپ بسیاری است که کلاش شده با سوگند نه حق می پروشان، با سوگند نه حق پول میگیره از مردم، ولحظه امام پروشیه. الله تعالی من و شما را نجات بده از این مسائل. بسیاری هستن مشروب می پروشن، مواد سمین و ناجایز معامله میکنن، معامله حرام میکنن، آه تجارت حرام، معامله حرام خطرناک است، ضرر داره برای ایمان، ضربه داره. الله ایمان من و شما را حفاظت بفرماید، ولحظه ایمانتون را حفظ کنید، دینتون را حفظ کنید، دینتون را سعی کنید که بهترین دین باشه، دین احسن باشه. و اولی مسئله همین بود که زیباترین دین مال کسی است که در مقابل خدا تسلیمه. دومی است انشاءالله همه ایتون در مقابل خدا تسلیمید، ماشاءالله الله تعالی همه من و شما را تسلیم بگردانه. دومی شرط دینش تسلیم بشه در مقابل خدا، و خدا هر تسلیمی را هم قبول نداره. و هو محسنان او خلص باشه، عبادت بی ریا انجام بده. عبادت باید تنها برای الله باشه، ریا توی عبادت عبادت برباد میکنه. اگر ما حج بکنیم و در حج ما ریا باشه، در نماز ما ریا باشه، در زکات ما ریا باشه، در روزه ما ریا باشد، در تلاوت ما ریا باشد و تظاهر باشه، عزیزان من این دین خدا نمیپذیره. دین ریایی را، دین عبادت ریاکارانه را الله سبحانه و تعالی قبول نداره. باید این دین صرفا این تسلیم شدن در مقابل خدا صرفا برای رضایت الله سبحانه و تعالی باشه. اخلاص در دین مد نظر مهمه، مهمه عزیزان من، اخلاص. با اخلاص الله تعالی میپذیرن. من یک مسجد همین مطلب عرض کردم و عرض توصیه کردم به خودم و به حفاظ که حافظان گرامی شما نگاه نکنید پشت سر شما چه انسان هایی هستند و چقدر انسان نماز میخوانه. بخواید صدایتون خوب بکنید که این مردم خوشحال و راضی باشند. شما نگاه کنید که جلوی شما چه ذاتی است، کرا فرستش میکنید، قرآن برای که میخوانید، نماز برای که ادا میکنید. توجه خودتون را به جلو کنید، عقب نکنید. شما نماز میخوانید، نماز خودتون نمیخوانید، تعداد کثیری هم عده زیادی پشت سر شما اقتدا کردن، همه توجه شما هنگام تلاوت قرآن، هنگام لباس، توجه امام باید به سوی الله سبحانه و تعالی باشه. همه مقتدیان، همه مردم باید توجهشون به سوی الله باشد. الله تعالی من شما را نماز مقبول نصیب بگردانه، نمازی که دوستان خدا خواندن، اولیاء الله خواندن. حدیث شریف است، شما وقت صدقه میدید با این دست دادید، این دست شما اطلاع پیدا نکنه. شما به کسی صدقه دادید، سعی کنید جلو مردم ندید و بالاخره تنها بکنید او را که او احساس حقارت نکنه، آبروی نرود. ولهذا دست به جیب او چنان ببرید که کسی متوجه نباشه، سکوت رعایت بشه. دوستان لهذا اخلاص مهمه، للهیت مهمه. اگر کسی مسجدی درست بکنه برای ریا، مسافرت خانه درست بکنه برای ریا، حوزه علمیه درست بکنه برای ریا، مکاتب قرآن درست کنه برای ریا، خدا نمیفذیرد. خدا اعمال نمیفذیرد که 100% برای الله باشه. اخلاص فی دین مهمه، اخلاص رکن دینه و یک سوم دین اخلاصه. ولهذا توجه داشته باشید به اخلاص و للهیات، و الله تعالی من و شما را اخلاص نصیب بکنه. انگیزه انگیزه رضامندی پروردگار، انگیزه انگیزه خوشنودی خدا. اگر ما رضایت مردم طلبم میکنیم و خوشنودی مردم برای رضایت خدا، دل به دست آور که حج اکبر است. همون شاعر شعر از هزاران کعبه یک دل بهتره. لحظه دل به دست آوردن خوبه، از این نظر که الله سبحانه و تعالی راضی بشه. اگر زن خدمت شوهرش را انجام میده و اگر شوهر خدمت زن و نان و نفقه تهیه می کند، همه باید انگیزه رضامندی الله باشد. شما برای بچه هایتون لباس می خرید عیده، برای زنتون لباس می خرید، برای عزیزان لباس می خرید. شما باید انگیزه تون رضامندی فروردگار باشه. نیت بکنی خدایا به خاطر تو، اگر یک لیوان آب زن به شوهرش میدهد، چای میاره، غذا میاره، سفره میاندازد، خدمت میکنه توی خانه، همه و همه نیت کنم برای الله، دستور اللهه.
حق شوهره، حق زنه، حق فرزندانه، وهي حقوق را ادا کردن لذي الله سبحانه وتعالى سباب هاست. ولهذا انگیزه در تمام مسائل انگیزه رضامندی الله، این چیزی که اعمال ارزش پیدا میکنه، این چیزی که توجه الهی را جلب میکنه و عزیزان من الله سبحانه و تعالی به سوی بنده متوجه میشود. دو چیز، یکی تسلیم در مقابل خدا، تمرد و صرف کشی و نافرمانی نباشه، دو اخلاص باشه، و سومی هنوز هست، اخلاصم قابل قبول نیست، تسلیم شدنم قبول نیست تا این شرط سوم نباشه، و اتبع ملت ابراهیم حنیفا، اتباع ملت ابراهیمی باشد. ملت ابراهیمی و ملت محمدی یکیست. ما بر ملت ابراهیمی قرار داریم و اولا الناس به ابراهیم ماییم. محمد رسول الله نزدیکترین نبی هستن به ابراهیم علیه السلام و سلام. ابراهیم جد محمد رسول الله از لحاظ نسبی، و لحاظه از لحاظ ملت، ملت ما از هر پیغمبری و هر ملتی با ابراهیم علیه السلام و سلام نزدیکه، و ما به ابراهیم علیه السلام و سلام نزدیکیم. ان اولا الناس به ابراهیم للذین اتبعوه چیه بعد و هذا النبی سبحان الله. اونها نزدیکترین به ابراهیم بودن که در حیات ابراهیمی ابراهیم را اتباع کردن، و این نبی مکرم اسلام، این نبی بزرگ اسلام، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام المتقین، نزدیکترین نبی، نزدیکترین به ابراهیم علیه السلام و السلام. ولهذا ملت ما ملت ابراهیمی است، و اتبع ملت ابراهیم و اتبع ملت محمد صلی الله علیه وسلم. اتباع سید المرسلین شرطی برای قبولیت عمل. اگر شما به جای چار رکعت نماز پنج بخونید، نزد خدا شما اتباع ملت ابراهیمی رو نکردید. نماز زور چار رکعته، صبح دو رکعته، در تمام امور باید تسلیم بشید، با اخلاص انجام بدید و بر طریق حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، بر سنت، بر روش حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، بر راه آن حضرت انجام میدید، اتباع کنید، حج انجام میدید اتباع بکنید، زکات میدید اتباع بکنید و نماز میخوانید بر طریق آن حضرت صلی الله علیه وسلم. ما باید تمام شعورات زندگیمون را که از اسلام اتباع میکنیم، از دین اتباع میکنیم و با اخلاص انجام میدیم، بر طریق سیدنا رسول صلی الله علیه وسلم باشه. از اون طریق ما باید اضافه نکنیم، از اون کم نکنیم، بر همون انجام بدیم. اتباع سنت مهمه عزیزان من. سنت در تمام احکام الهی موجود هست. سنت به معنی طریقه، روشه. با چه روشه حج انجام بدیم، با چه روشه در راه خدا جهاد کنیم، قربانی بدیم، چگونه روزه بگیریم. الان شما اتباع محمد رسول الله را الحمدلله انجام میدید در روزه، چه لازه حضرت روزه گرفته، چه لازه افطار کرده، تعجیل در افطار ما در حدیث داریم که تز اون زمان شما در خیری که تعجیل کنید در افطار، افطار طولانی نکنید، وقت شب از این قسمت بلند شد و روز از این قسمت غروب کرد، آفتاب وقت افطار شد، روزه شما تمامه، شما روزه نیستید، خواهید بخورید یا نخورید. ولهذا همه چیز ما، عید ما مطابق با سنت باشه، جمعه ما مطابق با سنت باشه، و مراسم عروسی ما مطابق با سنت باشه، با عزاداری ما مطابق با سنت باشه، و تمام شؤونات زندگی ما، به تجارت و معاملات ما بر حسب سنت باشه. ولهذا این به بارگاه خدا قبوله. لهذا تسلیم شدن در مقابل خدا یک در تمام شؤونات زندگی، و اخلاص و للهیت برای خدا دو، بر طریق حضرت رسول صلی الله علیه و سلم سه. هر کسی که اینها را داشته باشه، دین او، خدای تعالی می فرماین زیباترین دینه و بهترین دینه، دینه که مستقیما به خدا میرسد و رضایت خدا را جلب میکنه، و دینی است که شما را مستقیما به بهشت وارد میکند، به جنت فردوس وارد میکنه، و شما را در دنیا آخرت کامیاب میکنه و سربلند میکنه و شما کامیاب میشید. الذین یطیعون الله و رسوله، بار بار خدا میگه شما اتباع خدا و رسول را بکنید. و من یطیع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم را میکنه، اطاعت خدا را میکند. ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که حضرت دادن به شما امر کرده اطاعت کنید، و آنچه که بند ندادن و بل کرده باز بیایید. نقطه بود که خدمت شما عرض کردم و تا
توجه داشته باشید. خدمت شما مسائلی داشتم که باز هم برمیگردم به همین مسئله. درودی ختم بفرمایید. بله امروز ما سوره معوذتین مسجد مکی، چون دوره تفسیری اونجا بود و سوره معوذتین